بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن الدائم و علی اعدائهم اجمعین خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و عرض ادب دارم همان گونه که استهزار دارید در تقسیم وجود و موجود به موجود مجرد و مادی در بیان ویژگی هایی که برای موجودات مادی مباحث مطرح شد گفته شد که یکی از ویژگی های موجودات مادی زمانمند بودن اون هست و زماندار بودن اون هست. به همین مناسبت بحث زمان مطرح می شود و باید مشخص بشود که خود زمان چیست تا موجود مادی به اون نسبت داده شود و او هم دارای زمان بشود همان گونه که بحث مکان هم به همین مناسبت مطرح شد و در جلسات گذشته بیان شد بحث زمان هم با همین مناسبت مطرح می شود خب درباره مکان و زمان با توجه به این که ظاهر اونها چیزی واضح و روشن به نظر می رسد. اما یک مقدار وقت انسان درباره هر کدام اونها دقتی بیشتری به خرج می دهد و توجه می شود که اون روشن بودن و آشکار بودنی که در ابتدا به ذهن می رسد در حقیقت با این وضوح و روشنی نیست و به همین جهت درباره حقیقت زمان هم دیدگاه ها و نظریات و اقوال مختلفی بیان شده است که بزرگانی مثل ابن سینا در کتاب طبیعیات شفا خب این نظرات و دیدگاه ها مطرح کرده و بیان کرده است منتها از نظر فیلسوفان مسلمان قضیه زمان کمی آسانتر از قضیه مکان هست به دلیل اینکه در بحث مکان اشاره شد که خیلی دیدگاه های عجیب و گاهی هم در درباره مکان گفته شد که بالاخره حق مکان حقیقتش جوهر است یا عرض هست مجرد یا مادی هست و مسائل مختلف در این باره بیان میشد. اما در باره زمان یک مقداری قضیه روشنتر هست به دلیل اینکه تقریبا همگی اتفاق دارند که زمان رو جزء کم به حساب آوردن و از مقوله کم دانستن به خاطر اینکه زمان نوع مقدار و از کم متصل به حساب میآید که قرار ناپذیری، و ثبات نداشتن و در حال تغییر و دگرگونی بودن جزئی ویژگی های زمان هست خب با این ویژگی که یک کم متصل که هیچ قرار و ثبات نداره و مدام در حال تغییر هست اگر یک همچنین ویژگی را ما بیاییم آرز بر جسم بدانیم که این آرز شدنش هم یه واسطه ای می میخواهد و به واسطه حرکت بر جسم آرز می شود با این ویژگی ها می توانیم یک حقیقتی را به نام زمان شناسایی کنیم و اگر بخواهیم حقیقت زمان را هم یا خود زمان را هم در جدول مقولات ارسطویی بسنجیم کاملا مشخص هست که این رو می توان در همون بحث کم متصل یا جزء کمیات به حساب آورد خب این حرفی است که از حکمای پیشین نقل شده و تقریبا همه به این حقیقت اقرار کردند و از فرمایشات صدر المتلهین هم همین مطلب فهمیده می شود که ایشان هم در بسیار از جاهایی که از زمان سخن به میان آورده است همین حرفی حکمای پیشین رو مطرح کرده است منتها در تحقیق نهایی و نظر نهایی خودش آمده یک نظر جدیدی رو درباره زمان ارائه کرده است که انشاءالله در ادامه این مباحث به اون نظر هم اشاره خواهیم کرد خب حالا با توجه به این مسئله که ما مشخص کردیم که زمان یک کم متصل هست و ویژگی غیر کار بودن یعنی قرار نداشتن و ثبات نداشتن رو هم در این زمان مشاهده می, می کنیم و به واسطه حرکت هم بر جسم آرز می شود خب حالا آیا با همین بیان می شود حقیقت زمان را فهمید یا نه یک مقدار باز هم وقتی به این مسئله دقت بیشتری به کار می گیریم می بینیم که هنوز اون نقطه های آمیز و نقطه های تاریک در این حقیقت زمان وجود دارد که باید اینها را باز کنیم یک مقدار توضیحات بیشتری درباره اونها ارائه بدیم و به دلیل همین ابهامات و نکات دقیق و ظریف بوده است که صدر آمده و یک نظریه جدیدی در این باره ارائه کرده است خب حالا برای این که نکته های که درباره زمان مطرح هست چه حکم های پیشین به این نکات پی برده بودند و بر اساس مبانی که داشتن زمان را بر اساس همون مبانی مطرح کردن و چه نکات دقیق و ظریفی که صدر بر او افزوده یا نواقص گذشتگان را جبران کرده است خب باید یه اشاره به هر دو بحث داشته باشیم هم یک مقدار از مبانی حکمای پیشین رو ارائه بدیم و هم نکات که صدر المتلهین اضافه کرده است و در صدد اصلاح عیبها و نواقص نظرات گذشته نکات جدید رو ارائه کرده اونا رو هم مورد بحث قرار بدیم لذا در ابتدا مرحوم استاد علامه مصبا آمده و بر اساس برخی از مبانی که حکمای گذشته داشتن و بر اساس همون مبانی بحث زمان رو مطرح کردن و از اون گفتگو کردن خب این مبانی رو مورد بررسی قرار میدیم یکی از این مبانی که گذشتگان داشتن این هست که حرکت را به عنوان عرض معرفی کردند. خب کاملا این رو به عنوان یک امر عرضی مطرح کردن دیگر بحث این که زمان یا خود حرکت که در واقع زمان بر او و به واسطه او بر جسم آرز می شود خب این رو یک امر جوهری ندانستن لذا حرکت را وقتی که معروض زمان هست این رو به عنوان یک امر در نظر گرفته خب حالا دیگه توضیح بیشتری در این باره ارائه کردند که چرا حرکت را ما به عنوان یک امر عرضی میپنداریم بعضی از بزرگان و از فلاسفه آمدن گفتن حالا اگر ما از ارز هم میدانیم خب چون مقولات ارزی بالاخره مقوله های متعددی هستند این که ما حرکت را جزء مقوله ارز به حساب میاریم از کدام قسمی از اقسام ارز هست خب خیلی ها به او توجه نکردن و اشاره نداشتن اما برخی هم آمدن مقداری دائره این بحث حرکت رو محدودتر کردند و بیان داشته است که از مقوله ایفعل یا از مقوله اینفعل هست که خب دو تا مقوله ایفعل و اینفعل هست که در اونجا وقتی حرکت رو هم جزی بعضی آمدن گفتن از مقوله یفعل هست و بعضی آمدن از مقوله ینفعل قرار دادن خب بنابراین تا اینجا مشخص شد که حرکت که معروض زمان هست خب این حرکت جزء ای ارز هست و در میان عرز ها هم جزی مقوله یفعل یا ینفعل هست مرحوم شیخ اشراق آمده و یک تقسیم بندی که شان درباره کل مقولات دهگانه ارائه کردن و این مقولات رو از ده تا به پنج تا کم کرده ایشان آمده است و بیان داشته است که حرکت یک مقوله مستقل نه این که ما بیاییم حرکت رو ببریم جز مقولات عرضی نه ایشان آمده و حرکت رو جز یک یه مقوله مستقل قرار داده است که در کناری مقوله جوهر، مقوله کمیت و مقوله کیفیت و مقوله اضافه خب چهار تا مقوله اینا هستن مقوله جوهر و کمیت و کیفیت و اضافه این چهار تا و مقوله حرکت را هم به عنوان مقوله پنجم اضافه کرده است و در واقع اشان آمده است اون مقولات نسبی رو که چندین مقوله عرضی نسبی که نسبت در اونها دخالت داره و موجود هست اشان آمده است مقولات نسبی رو همه رو یک حساب کرده است خب بعد آمده است در کنار این مقوله همه این مقولات نسبی رو که میبرد تحت مقوله اضافه خب مقوله جوهر و کمیت و کیفیت رو هم اضافه میکنه و هم مقوله حرکت رو هم بر اینها میافزاید که در نتیجه شیخ اشراق به پنج مقوله معتقد هستند و نوآوری که کردن این است که حرکت رو یک مقوله مستقل دانسته است خب این هم یکی از دیدگاه هایی که در این باره وجود داره به هر صورت چی ما حرکت رو جزی مقولات عرضی به حساب بیاریم یا طبق دیدگاه شیخ اشراق یک مقوله مستقل در نظر بگیریم این یکی از مبانی هست که بهش توجه بکنیم که در گذشته وجود داشته است حالا در هر صورت ما وقتی حرکت رو چه مقوله جداگانم بدانیم یا مقوله عرضی در نظر بگیریم ببینیم این حرکت در کدام مقوله ها قابل تحقق هست و در کدام مقوله ها میتواند وجود پیدا بکند که میفرماید مبنای دومی که مطرح می شود این است که حرکت را در چهار مقوله منحصر میکنند که یکی در مقوله کم، در مقوله کف، در مقوله وزن و در مقوله عین که این چهار تا مقوله دارای حرکته لذا میبینیم که موجوداتی که کمی کم هستند خب اینها تغییر میکنن حرکت پیدا میکنن موجودات کیفی هم همینطور هست و موجوداتی که دارای وضع هستند که اینهای دیگرگونی وضعی پیدا میکنن اینها هم حرکت دارن این تغییر و دیگرگونی در اونها دیده میشود و مقولاتی هم که در موجودات عین که در مکان قرار میگیرد خب اینم که مشخص هست که دارای تغییر و دیگرگونی هستند خب حالا حرکت انتقالی رو هم اینا مدن حرکتی در مقوله عین می مردن و می که بله این حرکت انتقالی کاملا در همون مقوله عین تحقق پیدا می کند که تغییر عین در عین هم که همون چیزی که منصوبه به مکان هست اینا تغییری در اون جد به خودش می گیرن. اما حرکت در سایر مقولات این کالا از اون ده تا مقوله ما آمدیم فقط چهار تا مقوله رو گفتیم اینا دارای حرکت هستن مقوله کم و کیف و وضع و عین خب شش تا مقوله دیگر رو داریم طبق جدول عرستوی و همچنین طبق دیدگاه شیخ اشراق هم خب ما مقولات دیگری هم داریم که خود مقوله جوهر حداقل جزی مقولاتی هستند که اینا معتقدند که در اینها حرکت وجود نداره و بلکه در جوهر رو حتی حرکت در جوهر رو که یک از مقولات هست این رو محال میدانند میگه امکان ندارد که حرکت در جوهر پیش بیاید این حرکتی که این حرکت رو ما واسطه ارتباط اصلا با زمان میدانیم که در ابتدا بیان شد که زمان یک عرضی هست که ویژگی قرار ناپذیری دارد و به واسطه ی حرکت بر اجسام آریز می شود خب اینجا حرکت واسطه هست واسطه بین زمان و بین اجسام و به خاطر همین واسطه بودن حرکت هست که ما آمدیم بحث حرکت رو مطرح کردیم و حرکت را طبق مبانی حکمای گذشته بیان کردیم که از چی مقوله ای هست و حالا بر اساس همین مقولات هم که ما آمدیم و گفتیم که حرکت در چی مقوله های جریان داره از این طریق ما میخواییم بحث زمان رو هم مورد شناسایی قرار بدیم بنابراین وقتی ما حرکت رو واسطه ای ارتباط اجسام با زمان میدانیم خب باید حتما در یک از این مقولات چهارگانه عرضی شکل بگیره و از این طریق ما میخواییم بیان بکنیم که وقتی حرکت در چهار مقوله رخ میدهد همین چهار مقوله میتواند معروض زمان قرار بگیرد و اونا حتما زمان دار می شود خب این یک از مبانی هست که بنابراین بدانیم که طبق مبنای حکمای گذشته فقط چهار مقوله از مقولات دهگانه خب اینا دارای حرکت هستند و شش تا مقوله دیگر اینا حرکت رو نمی پذیرن. مبنای سوم هم که حکمای گذشته داشتن این بود که اونا معتقد بودند به فرضیه افلاک نهگانه و خود این بالاخره افلاک نهکانه رو به عنوان یک اصل موضوع پذیرفته بودند و پیدایش زمان را هم به حرکت دوری وضعی فلک اقصا نسبت میدادند حالا نه تا فلک رو اونا ترسیم میکردند و هر کدام از این فلک ها نامی داشت و اون فلک آخری رو وقتی در نظر می گرفتن زمان را به حرکت دوری وضعی او نسبت میدادند و از این طریق بحث زمان مطرح می شود خب و این مطلب رو می شود در بعض از سخنان صدر هم ملاحظه کرد که شان هم وقتی طبق مبنای مشهور حرکت میکنه و دیدگاه گذشتگان را مطرح میکنه خب از این گونه سخنان در فرمایشاتشان دیده می شود حالا با این سه تا مبنایی که بیان شد که گفتیم اولا حرکت کاملا طبق مبنای مشهور بیان شد که جزء عرضی هست مقوله عرضی هست حالا چی مقوله ایف ال یا این یا طبق دیدگاه شیخ اشراق یه مقوله جداگانه باشد به هر صورت گفته شد که این حرکت فقط در چهار مقوله طبق دیدگاه حکمای قبلی راه داره و در مقولات دیگر راه نداره و زمان هم وقتی پایش در میان می آید طبق اون فرضیه فلکیاتی که فلکیات نهگانه خب می آمدن و بحث زمان را به حرکت دوری وضعی فلک اقصا نسبت میدادند که می گفتن آره زمان از اون حرکت دوری فلک اقصا پیش میآید. خب تا اینجا این سه تا مبنای حکمای گذشته رو مد نظر قرار دادیم توجه داشته باشیم که ببینیم کجای این مبناها رو ما بعدا با مشکل پیدا میکنیم و اینها نمیتواند به درستی زمان رو معرفی بکند خب حالا با توجه به این مبانی که مطرح شد سوالاتی در این زمینه وجود داره که باید حتما به این سوالات پاسخ بدیم و این سوالات رو توضیح بدیم که اینا چگونه قابل حله یکی از سوالات این هست که در واقع زمان رو ما به عنوان یک امر ممتد و قابل تقسیم در نظر گرفتیم خب از این رو جزء کمیت به حساب آمد یا امر کمیت دار به شما رو آوردیم خب حالا از به چه دلیل باید اون رو یک کمیت حرکت در نظر بگیریم خب از طرفی وقتی ما میگیم زمان یک امری عرضی یا یک امر امتداد داری که ویژگی قرار نداشتن رو داره و به واسطه ی حرکت بر اسام عارض می شود خود این که زمان یک امر ممتد دارای امتداد هست خب باید این امتداد در زمان وجود داشته باشد وگرنه زمانی تحقق پیدا نمی کند خب هر امر ممتد هم باید قابل تقسیم باشد بالاخره ما بتوانیم زمان رو هم اگر یک امر ممتد در نظر بگیریم حالا امروز که خب کاملا این مشخص هست که اگر ما یک قطعی از زمان رو در نظر میگیریم حالا به نام ساعت خب بعد این ساعت رو تقسیم میکنیم به چند دقیقه هر دقیقه رو تقسیم میکنیم به چند ثانیه و چه بسا هر ثانیه رو هم به مقیاس های ریستر دیگر هم تقسیم بکنیم لذا پس زمان یک امر ممتد قابل تقسیم هست خب حالا به چی دلیل ما آمدیم این امر ممتد قابل تقسیم رو فقط کمیت حرکت در نظر بگیریم و به بقیه چیزها کس به بقیه امور دیگر ما نتوانیم زمان رو به اونها نسبت بدیم خب جواب ساده ای که برای این سوال داده می شود این هست که زمان یک امر سیال و بیقرار هست که این رو مطرح کردیم و گفته شد به گونه این سیالیت در زمان وجود دارد که حتی دو لحظه از زمان هم قابل جمع نیستند ما نمی توانیم حتی اگر زمان رو هم فرض کنیم به چند قطعه خب این قطعات زمانی رو دو تا قطعه رو نمی شود در یک زمان در نظر گرفت خب وقتی یک همچنین حالت رو ما برای زمان در نظر میگیریم و هر قطعه از زمان رو هم ولو ریسترین قطعش هم در نظر بگیریم چون امکان جمع بین دو قطعه در یک زمان وجود نداره ناچار هستیم که باید این رو فرض کنیم که باید قطعه اول که قرار داشت از بین برود تا قطعه دوم تحقق پیدا بکند و جای اون رو پر بکند خب با یک همچنین ویژگی حالا میگیم یک امری که سیال هست و بیقرار هست و سیالیت هم خیلی زیاد درش وجود داره به گونه ای که نمیشود دو قطعه اون رو با هم جمع کرد یا قابل جمع دانیست ببینیم که چنین کمیت رو با چه چی چیزی میتوانیم سازگار کنیم و اونها را با همدیگر در نظر بگیریم خب باید این کمیت را با چیزی نسبت بدیم که او هم یک همچنین حالت سیال بودن رو بیقرار بودن رو داشته باشد و اون چیزی غیر از حرکت نیست لذاست که در میان همه موجودات وقتی نگاه کردن دیدن یه چیزی که او هم ذاتن دارای سیالیت باشد و سیال باشد خب اون حرکت هست و فقط حرکت هست که با این زمان سازگاری و همخانی داره و به همین جهت هم آمدن حرکت را واسطه بین زمان و اسام دیگر قرار دادن این جوابی بود که بیان شد خب سوالم مشخص بود که گفته شد که وقتی ما زمان را به عنوان یک امر ممتد قابل تقسیم در نظر میگیریم خب باید بتوانیم این امتداد را و قابل تقسیم بودن را برای اجسام مختلف و اشیای مختلف ثابت بکنیم چرا فقط شما آمدید معروض زمان را فقط حرکت دانستید یا واسطه بین زمان و جسم را فقط حرکت قرار دادید؟ خب جوابی که داده شد این بود که چون حرکت یک همچنین ویژگی دارد که با زمان همخانی دارد و سازگاری دارد و چیزی دیگری نیست که با زمان سازگاری داشته باشد لذاست که ما فقط این بحث حرکت را مطرح کردیم خب حالا این جواب ببینیم که درست هست یا نه این جواب مبتنی است بر این که تدرج و سیلان بیقراری که خب گفتیم این مخصوص حرکت باشد خب حرکتی که به نظر پیشینیان اختصاصی هم به مقولات چهارگانه عرضی داشته و از این روی امکان این که زمان کمیت برای جوهر جسمانی باشن خب اینا نفی میکردن گفتن چون جوهر جسمانی یک نوع ثبات داره خب بالاخره وقتی این ثبات رو ما بخواهیم با یک امر که ذاتا سیال اینا با هم ترکیب بکنیم امکان نداره لذا گفتن فقط حرکت است که با زمان همخانی داره و هر چیزی که دارای حرکت نباشد این دیگه با زمان سازگاری نخواهد داشت خب حالا سوالی که مطرح می شود این است که یا واقعا این مبنا صحیح است یعنی فقط واسطه بین اجسام و بین زمان حرکت قرار می گیرد و حرکت هم که امر عرضی هست و هر چیزی که عرضی نباشد یا هر چیزی که حرکت نداشته باشد دیگه اونا دارای زمان نمیتونه باشد خب این یکی از پرسش های جدی هست که خود این پرسش ضعف و نقصی دیدگاه گذشتگان را رو روشن میکند که آیا می شود این مبنا را قبول کرد که در جوهر مثلا حرکت وجود نداره اگه فرض کنیم که هیچ حرکت عرضی در عالم نباشد خب ما آمدیم گفتیم بله حرکت عرضی حداقل در چهار مقوله وجود داره آیا اگر بیاییم همین چهار مقوله را هم نادیده بگیریم و بگوییم هیچ حرکت عرضی در عالم وجود نداره آیا با این کار این چهار مقوله می توانیم بگوییم که پس هیچ جایی برای زمان باقی نمانده است دیگه زمان هم باقی نمی مانه زمان هم تحقق پیدا نمی کنه خب اینا پرسش هایی که مبنای گذشتگان برای این پرسش نمیتواند تواند پاسخ دقیقی داشته باشد پس این یه پرسش که پس درباره جوهر و درباره غیر از این مقولات چهارگانه که حرکت در آن وجود دارد آیا واقعا می شود قبول کرد که در جاهای دیگر حرکت وجود نداشته باشد یا جای دیگر هم زمان مطرح نباشد اما پرسش دومی که مطرح هست حالا این پرسشی که مطرح شد اینا رو باید در ادامه جواب بدیم و بیان بکنیم که مبنای گذشتگان دقیق نیست سوال دومی که مطرح می شود این است که ما وقتی آمدیم حرکت را واسطه ای ارتباط بین اسام و زمان قرار دادیم خب پس گفتیم که زمان به واسطه حرکت آرز بر جسم می شود خب حالا این حرکت شد واسطه خب این واسطه رو یک مقدار مورد دقت قرار بدیم که این واسطه از کدام نوع واسطه ها هست آیا واسطه خب انواع مختلف از واسطه ها داریم که یک تقسیم بندی که برای واسطه می شود این است که یا واسطه در ثبوت هست یا واسطه در روز که این دو تا واسطه رو اگر این مقدار باز کنیم میفهمیم که پس واسطه بودن حرکت بین زمان و جسم از کدام قبیل هست در ابتدا واسطه در ثبوت رو معنا میکنیم که واسطه در ثبوت به معنا این است که واسطه در ثبوت علتی ایجاد و تحقق عرض برای موضوع می شود که اگر ما بخواهیم یک عرضی برای موضوع خودش ثابت بشود و تحقق پیدا بکنند خب واسطه در ثبوت لازم داره مثلا وقتی ما میاییم مثل وساطت آتش برای گرمی آب رو در نظر میگیریم که اینجا آتش واسطه شده است برای اینکه آب گرم بیاید خب این واسطه واسطه در ثبوت هست که این آتش علت تحقق گرمی آب می شود خب این یک نوع از واسطه است که واسطه در ثبوت می گرد. اما واسطه در اروز در جای گفته می شود که یک چیزی که محمول هست خب بر چیزی متحد با موضوع یا متلاقی با هم در یک جا آرز میشه خب محمول آمده آرز شده بر چیزی که خود موضوع نیست بر یه چیزی که متحد با موضوع هست یا بر چیزی که تلاقی پیدا کرده با موضوع خب بعد این واسطه در اروز می آید اول آرز می شود بر, بر چیزی که متحد با موضوع هست یا بر چیزی که او تلاقی پیدا کرده با موضوع و بعد از اون توسط او میآید بر موضوع هم آرز می شود خب مثالم که بخوایم بیان بکنیم مثل آرز شدن سنگینی بر انسان که میگیم انسان خب سنگینه وزنش بیش زیاد هست که حالا این آرز شدن سنگینی بر انسان یه واسطه در اروز داره که اون واسطه در اروزش هم به خاطر همون جسم بودن انسان هست که جسمیت انسان اینجا واسطه می شود برای اینکه این وزن سنگین برای انسان هم پدید بیاید و آرز بشود خب حالا در اینجا هم وقتی ما می گوییم که حرکت واسطه شده است برای اینکه جسم دارای زمان بشود زمان دار بشود این حرکت از کدام نوع از واسطه هست خب حالا تفاوت اینها چیه که اگر ما آمدیم حرکت را واسطه در ثبوت قرار دادیم چی فرق میکنه یا واسطه در عروز قرار دادیم میگه اگر واسطه در ثبوت باشد خب معناش این میشود که جسم هم حقیقتا به واسطه حرکت دارای زمان میشود خب دیگه کاملا این حرکت وقتی واسطه در ثبوت هست زمان رو به خود جسم هم میکشاند و جسم خودش میشه زمان دار اما اگر آمدیم حرکت را واسطه در عروز قرار دادیم واسطه در عروز اینجا دیگه خود اجسام حقیقتا زماندان نمی شود و به دیگر سخن اتصاف جوهر جسمانی به زمان یک اتصاف بالعرض خواهد بود نه اتصاف بالحقیقت که در نتیجه اگر ما حرکت را واسطه در عروز بدانیم دیگه اجسام را حقیقتا دارای زمان نمی توانیم در نظر بگیریم خب حالا با این توضیح که گفته شد باید ببینیم که جوابی که می توانیم برای این سوال بدیم چیه؟ آیا حرکت واسطه در ثبوت یا واسطه در اروز هست؟ بر اساس مبانی حکم پیشین، خب ما نمی توانیم واسطه را واسطه در ثبوت بدانیم حتما باید بپذیریم شق دوم رو بگیم واسطه واسطه در اروز هست خب بنابراین اگر ما واسطه در اروز دانستیم پس خود جسم رو نمی توانیم در دارای زمان در نظر بگیریم خب پس آیا می شود این حرف را قبول کرد که به راستی خود صرف نظر از دیگر گونه های پیوسته و تدریجیشان دیگه خود اسام متصف زمانداری نمی شود آیا این حرف را می شود زد؟ آیا اگر فرض کنیم که همه دیگر گونه به صورت دفعی اما پی در پی تحقق پیدا بکند خب آیا تقدم و تأخر زمانی اینا نخواهد داشت؟ در حالی که می بینیم کاملا می توانیم این فرض را در نظر بگیریم و این رو اثبات بکنیم که این گونه نیست که اگر ما حرکت را واسطه در اروز بدانیم دیگر اصلا متصف به زمان نشود لذا که ما این طبق مبانی گذشته نمی شود این حرف رو پذیرفت البته اقتضای مبنای گذشته همین است که واسطه واسطه در اروز باشه اما نمی شود این حرف را پذیرفت که جسم دیگه متصف به زمان نشود لذا میریم به سراغ این که این واسطه را واسطه در ثبوت در نظر بگیریم و اگر فرض رو بر این اساس قرار بدیم خب اتصاف اسام به زمان داری بعد از وقوع حرکت یک اتصاف حقیقی خواهد بود و لازمه این فرض هم این است که خود اسام ذاتا قابلیت اتصاف به این کمیت حاصل از حرکت را داشته باشد دیگر اسام به خاطر یک امر عرضی و آرزی متصف به زمان نشود بلکه خود جسم دارای یک ویژگی ذاتی باید باشد که زمانداری رو بتواند در خودش داشته باشد خب همون گونه که مثلا خودش موم رو ما به همین شکل در نظر میگیریم قبل از آنکه یک موم به شکل خاصی مثل کره بودن یا مکعب بودن در بیاید خود موم یک همچنین قابلیت را در ذات خودش دارد که شکلهای مختلف را به خودش بگیرد حالا جسم هم وقت متصف به زمان مندی می شود باید خود جسم را هم ذاتا به گونه در نظر بگیریم که یک همچنین حالت زمانداری را بپذیرد در حال که حکمهای پیشین این حرف را نمی و اصلا امکانی این که سیلان و حرکت در ذات اجسام نفوذ بکند و ذات اسلام همسیلان و تغییر و دیگر گونه بپذیرد اونا این رو کاملا منکر می و چگونه حالا می شود این حرف رو قبول کرد که از یک طرف بیاییم به واسطه حرکت این زمان رو این تغییر رو این دیگر گونه رو به خود اسلام نسبت بدیم و از طرف دیگر هم کاملا این ثبات رو هم برای اسلام ثابت بدانیم که خود این یکی از مسائل مهمی هست که باید این رو حل بکنیم و روی این جهت است که طبق مبنای گذشته خب دیدیم که باید حرکت دیگر گونی فقط در چهار تا مقوله باشد حرکت هم اگر واسطه در اروز باشد دیگر خود اصلا نباید متصفه به زمان داری بشود در حالی که گفتیم این حرف حرفی نیست که بشود به اون پایبند ماند و دقیقاً باید این حرف را باز کرد و توضیح داد که چگونه زمانمندی جز از ذاتیات یک جسم به حساب می آید که انشاءالله این را در جلسات بعد در ضمن ویان دیدگاه صدر بیشتر باز خواهیم کرد بنابراین تا اینجا به دو تا پرسش که درباره مبانی گذشتگان مطرح بود جواب دادیم و گفتیم که طبق مبنای گذشتگان بخواهیم حرکت بکنیم به پرسش هایی که به اون سوالات میخواهیم بدیم این پرسش ها جواب های قانع کننده نمیتونه داشته باشد لذاست که باید حتما از مبانی گذشته دست برداریم نظریه جدید رو درباره زمان ارائه بدیم تا حقیقت زمان بیشتر روشن بشود انشالله ادامه بحث را در جلسه بعد خدمت شما تقدیم خواهیم کرد وعن سمان حمش عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل على محمد و ال <سؤال> محمد اللهم صل على محمد و ال محمد اللهم صل على محمد و ال محمد